نخست سرخط خبرها آغاز کار هفت پروژه انکشافی به ارزش 45 میلیون افغانی در هرات امروز ما به طور هفت پروژه در رشاولی ایراد افتتاح می‌کنیم و در چند لایه هست که در جای 12 هم است پای 13 است گشایش نمایشگاه مسئولات زنان متشبس افغان در هرات سومین نمایشگاه هست که هر طرف ریاست محترم صنعت تجارت در قسمت به نمایش گذاشتن محصولات زنان متشبه در ولایت هرات برگزار میشه انتشار آمار تلفات غیر نظامیان در حمله هوایی چند ماه پیش نیروهای خارجی در فرا تنش میان ارگ و سپیدار بر سر سفر طالبان به پاکستان مجلس نمایندگان خواستار پایان دادن به این تنش ها شد اینکه که آمریکا خشونت علیه معترضان در عراق را محکوم کرد انصار بنیادین هر دموکراسی راه پیمایی و اعتراضات مسالمت آمیز شهروندان است و خشونت در جریان تظاهرات جایی ندارد. خانم ها و آقایان سلام وقت شما بخیر به خبرهای این ساعت از تلویزیون چکات خوش آمدید شما همچنین می توانید به گونه زنده و مستقیم همین اکنون از طریق وبسایت ما بیننده خبرها باشید نیروهای امنیت ملی هرات 300 لتر مشروبات الکلی را ضبط کردند در خبرنامه ای اداره محلی هراد نوشته شده این مقدار مشروبات الکلی در عملیات کشفی نیروهای امنیت ملی از ناحیه نهم شهر به دست آمده است در پیوند به فروش و نگهداری این مقدار مشروبات الکلی دو نفر نیز بازداشت شدند. هفت پروژه انکشافی امروز در هرات از سوی اداره شهرداری این ولایت افتتاح شد. این پروژه ها در پنج ناحیه شهر هرات برزش بیش از 45 میلیون افغانی از بودجه شهرداری هرات و به همکاری برنامه ملی میساق شهروندی در این نواحی تطبیق می شود. در ادامه افتتاح پروژه های انکشافی شهر هرات امروز نیست در نواحی مختلف شهر از جمله نواحی هشتم، دوازدهم و سیزدهم شهر به تعداد پنج پروژه انکشافی از سوی این اداره ای به مرحله افتتاح رسید غلام حضرت مشفق شهردار هراد میگوید که این پروژه ها به بیش از سی میلیون افغانی در پنج ناحیه شهر اجرا می گردد. این پروژه ها شامل ساخت کانال، آسفالت جاده ها و همچنان ساخت سه دیوار استنادی در این نواحی می باشد. امروز خوشبختانه به سلسله افتتاح پروژه های و اداره شاروالی هرات امروز ما به تعداد هفت پروژه در اداره شاروالی هرات افتتاح میکنیم امروز ما در چند نایه هست که در جای 12 هم است، 13 هم است، نای 8 است، نای 5 است و نای 6 است ما این پروژه ها را... دیدن پنج پروژه از برنامه خود شاروالی هست از بزرگ ای خود شاروالی هست که بالاتر از سی میلیون افغانی است این پروژه که از این 5 پروژه یک کانال است که به طول 2.5 کیلومتر است و سه دیوار استندی است و یک اسفلت است. همزمان با افتتاح این پروژه ها دو پروژه انکشافی دیگر نیز از سوی برنامه ملی میساق شهروندی در ناحیه دوازدهم شهر هرات به ارزش 15 میلیون افغانی تطبیق میگردد این دو پروژه شامل آسفالت جاده ها و همچنان یک شبکه برق رسانی است که کار آسفالت جاده ها به پایان رسیده و پروژه برق رسانی امروز کار عملی آن کلید خورد امروز ما دو پروژه در اینجا یکی به حالت ختم داریم که به بهره برداری سپرده میشه پروژه سرک و جیجه های شورای خاتم های یک در گذر سوم و نایی و آغاز کار پروژه برقرسانی گذاره که او شروع کاره و هر دو محفیل ما امروز با هم یک جا یکی رو به بهره برداری سپردیم یکی رو به افتتاح گرفتیم با افتتاح این پروژه ها ساکنان هرات همچنان خوشبین به نظر می رسند و می گویند که آنان در گذشته با چالش های زیادی از جمله نبود کانال و خرابی جاده ها دست و پنجه نرم می کردند اما به باور آنان اجرای این پروژه ها می تواند در راستای برطرف ساختن این چالش ها مؤثر واقع شود. مشکلات از قبل بسیار وجود داشت، آبرا وجود نداشت،, آبرا وجود نداشت، کوچه ها خامه بود و خوش با تطبیق از این پروژه در شورای ختم نمی یک تقریبا ما میتونیم بگیم که 100 فیصد کوچه ها کانکریت شده، آبروهاش کشیده شده و مشکلات محیطی از لحاظ نظافت، از لحاظ محیط زیستی کاملا مرفوع شده. حدودا 60 فیصد حل کرده آبرو و اینا باز شده کوچه ها که مثلا نظافت نداشتن، نظافتش خیلی عالی شده، مردم هم همکاری میکنه، اپاشی میکنه، جارو میکنه. این در حالی است که با گذشت نزدیک به 8 ماه از سال مالی تا کنون اداره شهرداری هرات از مجموع 92 پروژه انکشافی در نواحی پانزدگانه شهر هرات موفق به افتتاح کمتر از سی پروژه در این نواحی شده است هرچند مسئولان اداره شهرداری هرات پیشتر اطمینان داده بودند که تا کمتر از یک ماه دیگر تمام پروژه های انکشافی را در نوای شهر به مرحله اجرا می رسانند. اما باید منتظر ماند که آیا تا ختم سال مالی شهرداری اهراد موفق به اجرای تمام پروژه خواهد شد یا خیر؟ سومین نمایشگاه تولیدات دستی زنان متشبه صفقان امروز در هرات گشایش یافت. در این نمایشگاه که از سوی ریاست صنعت و تجارت و به همکاری اداره امور زنان این ولایت برگزار شده است زنان متشبس هراتی محصولاتشان را در سی قرفه به نمایش گذاشتند زنان متشبس هراتی امروز با همکاری ریاست امور زنان و ریاست صنعت و تجارت نمایشگاهی را راه اندازی کردند تا تولیدات دستیشان را به نمایش گذارند مسئولان ریاست امور زنان هرات میگن که این نمایشگاه دارای سی غرفه است. نمایشگاهی که ما فعلا در حضور داریم سومین نمایشگاهی هست که از طرف ریاست محترم صنعت و تجارت در قسمت به نمایش گذاشتن محصولات زنان متشبه در ولایت هرات برگزار میشه و در هید نمایشگاه ریاست امور زنان به عنوان یک از کاری ریاست صنعت و تجارت در کنار هزونا قرار داره و تقریبا سی غرفه در اینجا هست که محصولات مختلف خانم ها در اینجا به نمایش گذاشته شده و مدت سر ای سال هاست که زنان متشبس هراتی از نبود یک نمایشگاه دائمی برای به نمایش گذاشتن محصولاتشان انتقاد می اکنون اما مسئولان اداره امور زنان می گن که قرار است در آینده نزدیک مکان مشخصی برای به نمایش گذاشته شدن محصولات این زنان در هرات ایجاد شود. واقعا نبود یک جای مشخص که از مشکلات عمدی است که فعلا زنان متشبث دهرات به او دست پنجه نرم میکنند و بنا به همین دلیل ریاست زنان تصمیم گرفت که یک نمایشگاه دائمی را با تمام استانداردهای روز ما در باغ زنانیش میره ایجاد بکنیم کارهای تکنیکی هزود پشت سر گذاشته شده نقشه و برآورده همه چی صورت گرفته و ان ما با همکاری دونر دونرهای همکار خود سالهای آینده شاهد ایجاد نمایشگاه خواهیم ظاهرا اداره محلی نیز بیکار ننشسته و آنطور که بیان می شود قرار است مشکلات زنان متشبس را برطرف سازد. خب این کار کار نوپای هست که خانم ما فعالیت را انجام دم حتما و یقیناً در شروع کار نو یک سری مشکلاتی هم هست و اداره محلی هرات مصمم هست که همیشه همکار و همسو خودی خانم های بخش تجارت باشه زنانی که آثارشان در این نمایشگاه به معرض دید عموم قرار گرفته خرسان به نظر می رسند اما هنوز هم دقدقه های مبنی بر اینکه آنان مکان مشخصی برای معرفی محصولاتشان ندارند وجود دارد نمایشگاه خود طبعا نمایشگاه خیلی یک چیز موثریه بر روی بازاریابی ما بر شناخت محصولات ما خیلی خوب اگر همچین نمایشگاه های برگزار بشه سوالات های انجام بشه که بتونیم اشتراک کنیم واقعا تاثیر گذاره برای ما خانم ها یک جای مشخص باید تعیین بشه که میشه نمایشگاه پر رو بهترتر برگزار بشه چون هر وقت که ما نمایشگاه میگیریم جای متفاوته و مردم آگاهی ندارن از او و متاسفانه به خاطر همه ما زیاد بیننده نداره هر از گاهی نمایشگاه هایی به هدف به نمایش گذاشتن تولیدات زنان متشبس در هرات راه اندازی شده اما آنطور که گفته می شود برگزاری این چنین نمایشگاه ها قناعت زنان را حاصل نکرده است باید منتظر ماند و دید که وعده های ریاست امور زنان هرات می تواند قناعت این زنان را حاصل کند یا خیر اما به هر حال این نمایشگاه برای سه روز به روی علاقمندان باز است. نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در کابل یا یونما یافتایش را در مورد تلفات غیر نظامیان در حمله هوایی نیروهای آمریکایی به کارخانه های مواد مخدر پیکارژیان طالب در ورسفلی بکواه ولایت فراه که در پنجم ماه می سال روان میلادی انجام شد منتشر کرد. طبق اعلام یون ما در حمله هوایی پنج ماه پیش نیروهای آمریکایی دست کم 39 نفر به شمول 14 کودک و یک زن کشته شدند. نیروهای آمریکایی در 15 همه سور سال جاری خورشیدی حملاتی را به کارخانه های تولید مواد مخدر در ولسوالی بکواه ولایت فرا و نیز ولسوالی دلارام ولایت نیمروز اجرا کردند. به دنبال آن ادعا شد که در این حملات به غیر نظامیان تلفات وارد شده است. یون ما وعده داده بود که در این مورد تحقیق می کند. مقام های محلی قور میگویند که در نتیجه انفجار ماین کنار جاده ای در ولسوالی دولتیار این ولایت دو غیر نظامی کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی قور میگوید یک موتر مسافر بری نوع سراچه در منطقه موسوم به کرک امروز با ماین کارگزاری شده برخورد کرده است. به گفته او این ماین توسط پیکارجیان طالب کارگزاری شده بود. مقام های محلی در ولایت فراه اعلام کردند که به زودی عملیات گستردهی برای پاکسازی این ولایت اجرا خواهد شد و نیروهای ناتو نیز در آن حضور خواهند داشت. دفتر مطبوعاتی والی فراه با انتشار اعلامیه این خبر را مطرح کرده و افزود است. مقام های ارشد ناتو در دیدار با مقام های محلی فراه تأکید کردند که امنیت شهر و ولسوالی های این ولایت را تامین خواهند کرد. در اعلامیه این دفتر آمده است ناتو اطمینان داده در همکاری همه جانبه با نیروهای افغان برای پاکسازی این ولایت تلاش کند. با گذشت چند روز از آغاز روند انتقال معلومات از دستگاه های بایومتریک به سیستم مرکزی تا کنون اطلاعات دستگاه های بایومتریک به گونه کامل به بانک اطلاعات مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات انتقال نیافتند هرچند فرم نتایج دستگاه بایومتریک به گونه عادی به سیستم مرکزی منتقل شده اما روند انتقال معلومات کامل دستگاه بایومتریک هیچ ولایتی هنوز تکمیل نشده است با آنکه بیش از ده روز از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری میگذرد اما تا کنون اطلاعات دستگاه های شناخت و بایومتریک به گونه کامل به بانک اطلاعات مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات انتقال نیافته است هرچند قرار بود این روند یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یعنی هفتم میزان تکمیل شود برخی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات گفتند که در جریان چند روز پس از انتخابات تنها اطلاعات نخستین 2400 دستگاه شناخت و بایومتریک و اطلاعات نهایی 14000 این دستگاه ها از 26568 محل رایدهی به بانک مرکزی انتقال یافتند. این در حالی است که نهادهای ناظر و شماری از کمشنرار کمیسیون انتخابات معتقدند که اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 27 میزان امکان پذیر نیست. اما حبیب الرحمن ننگ رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که به دلیل مشکل اینترنت روند انتقال اطلاعات دستگاه های شناخت و بایومتریک به بانک مرکزی این نهاد با کندی به پیش می رود. بر بنیاد راکاری که کمیسیون مستقل انتخابات در پیش گرفته بود پس از پایان روند رایدهی تمامی اطلاعات دستگاه های بایومتریک پس از وصل شدن به اینترنت باید به گونه خودکار و دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات انتقال میافت. همزمان با این هوا اعلم نوریستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که نتایج ابتدایی انتخابات به تاریخ مشخص شده آن اعلام خواهد شد با این همه پرسشی که مطرح می شود این است که چرا کمیسیون مستقل انتخابات با شرکتی که اینترنت بهتر را فرام می سازد پیمان نبسته است؟ بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا اعلام کرده است که بر اساس یافتای این نهاد و برخلاف اظهارات سفارت آمریکا زمینه تقلب پیرامون نتایج آرا در کمیسیون مستقل انتخابات وجود دارد نعیم ایوبزاده در گفتگوی اعلام کرده است اگرچه کمیسیون انتخابات گفته است که با شفافیت روند شمارش را انجام می دهد اما به دلیل فشارهای سیاسی بر اعضای این کمیسیون احتمال تقلب زیاد است. اورنگ زیب یکی از اعضای کمیسیون انتخابات در واکنش به این اظهارات نهاد تیفا گفته است که کمیسیون مستقل انتخابات تحت هیچ فشار سیاسی قرار ندارد. نمایندگان مجلس در جدیدترین نشست خود خواهان برطرف ساختن بیدرنگ تنشا میان ارگ ریاست جمهوری و وزارت خارجه شده و از رئیس جمهور خواستند تا اعلام نتایج انتخابات با وزارت خارجه متحد باشد کمیسیون روابط بین الملل مجلس نمایندگان ادامه تنش میان ارگ و وزارت خارجه را خلاف منافع ملی و مسائل کشور خوانده و بر برطرف ساختن این تنشا تاکید ورزید ارگ ریاست جمهوری و وزارت خارجه در جریان روزهای اخیر اختلافات زیادی را تجربه می کنند به ویژه پیرامون سفر هیئت پیکارجویان طالب به پاکستان دو موقف متضاد اختیار کردند شرکت برشنا اعلام کرده است که در نتیجه بمبگذاری افراد مسلح ناشناس در منطقه سالنگ جنوبی ولایت پروان یک پای برق وارداتی تخریب شده و برق کابل و شماری از ولایتهای دیگر قطع شده است در اعلامیه این شرکت آمده است این رویداد که بامداد امروز به وقوع پیوسته در منطقه ای است که امکان تردد موتر وجود ندارد اما کارمندان این شرکت تلاش می کنند که هرچه زودتر این پایه را ترمیم کنند در پی رد درخواست پناهندگی شماری از پناهجویان افغان در آلمان 44 نفر از این پناهجویان اخراج شده و امروز به با افغانستان بازگردانده شدند مسئولان فرودگاه کابل اعلام کردند که هواپیمای حامل این پناهجویان صبح امروز به زمین نشسته است آلمان تا کنون 28 گروه از پناهجویان افغان که درخواست پناهندگی آنها رد شده را به با افغانستان بازگردانده است که مجموعاً 720 پناهجو را شامل می شود. وزارت دفاع اعلام کرده است پیکارجویان طالب همچنان با گروه القاعده ارتباط دارند و باید فشارها بر این گروه افزایش یابد که دست از ارتباط با گروه های دهشت افکن بردارند روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع در این خصوص تصریح کرده است کشته شدن آسم عمر رهبر شبکه القایده برای شب جزیره هند در هلمند نشان میدهد که این دو گروه با یکدیگر ارتباط دارند رهبر شبکه القایده در نتیجه یک حمله هوایی در ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند کشته شد پایگاه 217 ارتش افغانستان مستقر در شمال شرق کشور با انتشار اعلامیه خبر داده است که در نتیجه عملیات نیروهای ارتش در ولایت قندوز 12 بیکردی و طالب از پای در آمدند. در اعلامیه این پایگاه آمده است که این عملیات صبح روز گذشته در ولسوالی دشت ارچی انجام شده است و در خلال آن شش عضو دیگر این گروه نیز زخمی شدند. سفارت بریتانیا در کابل بیانیه‌ای را در صفحه توییتر رسمی خود منتشر ساخته و در آن تاکید ورزیده است که در کار کمیسیون انتخابات نباید مداخله صورت گیرد و باید فرصت انجام کار با آنها داده شود در این بیانیه آمده است که میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری نمیتواند مشروعیت این روند را زیر سوال ببرد این در حالی است که کمتر از سه میلیون مل... نفر در انتخابات شرکت کردند در این بیانیه همچنان تاکید شده است که بریتانیا به صورت کامل از روند انتخابات افغانستان و اعلام نتایج آن پشتبانی می کند. موزیم هنری شهر هامبورگ آلمان اعلام کرده از تابلوی دیواری مرمر که در جریان جنگ های افغانستان را بوده شده بود به مقام های افغان تحویل داده شده است. در اطلاعات منتشر شده از سوی این موزیم آمده است این اثر هنری باستانی مربوط به قرن دوازدهم است موزیم شهر هامبورگ تصریح کرده است که این اثر را در سال 2013 از یک هراجی هر در پاریس خریداری کرده است اما بعدها دریافته که این اثر هنری مربوط به افغانستان است پس از میان برنامه کوتاه با ادامه خبرها در خدمت شما خواهیم بود. آمریکا بروز خشونت در تظاهرات اعتراضی عراق را محکوم کرده و خواستار پیگرد عاملان خشونت شده است مایک بامپا او وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگوی تلفنی با عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق خشونت های اخیر در جریان تظاهرات اعتراضی در شماری از شهرهای آن کشور را محکوم کرده و گفته است که ناقضان حقوق بشر باید پاسخگو باشد در حالی که شعله اعتراضات در عراق هنوز خاموش نشده وزیر خارجه آمریکا از دولت اراق خواسته تا حد اکثر خیشتنداری را در برابر تجمع های اعتراضی از خود نشان دهد و عاملان خشونت را مورد پیگرد قرار دهد مورگان ارتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید آقای پومپئو در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر عراق تاکید کرده است که رعایت حق تجمع و برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز از عناصر بنیادی نظامهای دموکراتیک محسوب می شود و در تظاهرات مردم خشونت چه از سوی نیروهای امنیتی و چه از سوی کنندگان جایی ندارد او گفت انصار بنیادین هر دموکراسی راه و اعتراضات مسالمت آمیز شهروندان است و خشونت در جریان تظاهرات جایی ندارد. تظاهرات اعتراضی در عراق از سه شنبه گذشته آغاز شد و بغداد و شماری از شهرهای دیگر عراق شاهد حرکت اعتراضی بودند این تظاهرات در برخی موارد به خشونت انجامید و در جریان آن تعدادی کشته و زخمی شدند تعداد کشته شدگان دست کم 105 نفر گزارش شده هرچند برخی منابع از کشته شدن بیش از 120 نفر خبر دادند نزدیک به بیشتر افراد کشته شده از مظاهره کنندگانی بودند که بر اثر برخورد گروله جنگی جان خود را از دست دادند هرچند به گفته مقام های دولتی عراق چند نفر از نیروهای امنیتی نیز به ضرب گلوله کشته شدند اعتراضات اخیر در عراق علیه فساد ضعف خدمات عمومی مانند آب و برق بیکاری و مسائل اقتصادی گریبانگیر شهروندان آغاز شد اما اندکی نگذشت که گستره بیشتری از مسائل سیاسی را شامل شد و کلیت دولت را هدف قرار داد معترضان خواستار برکناری دولت عادل عبدالمهدی و پایان دادن به فساد دولتی شدند فعالان محیط زیست در پاریس پایتخت فرانسه در شب نیز به اعتراضاتشان نسبت به تغییرات اقلیمی ادامه میدهند آنان شبانه در فضای عمومی در زیر چادر کارزار بین المللی دو هفته ضد انقراض را به پیش میبرند. این فعالان از دولت ها تا تولید گازهای کربونی را به طور چشمگیری کاهش دهند. یک شرکت تولید کننده وسایل الکترونیکی اقدام به ساخت بلندگوهای بی با استفاده از ضایعات پلاستیکی و رها شده در طبیعت کرده است. گفته می شود این اقدام به منظور توجه هرچه بیشتر به محیط زیست صورت گرفته است. پلاستیک یکی از آلاینده های محیط زیستی است و به سبب تجزیه ناپذیری صدها سال در طبیعت باقی مانده و خسارات جبران ناپذیری ایجاد می کند. به همین منظور عدم امکان بازیافت کیسه های پلاستیکی دانشمندان را به فکر انداخته تا راهی برای استفاده مجدد از آنها پیدا کنند در این میان یک شرکت خلاق فناوری راهی منحصر به فرد برای این کار یافته است شرکت گومی که در انگلیس فعالیت می کند با جمعوری انبوهی از پلاستیک برای تولید بلنگوهای بیسیم کوچک استفاده کرده است شرکت سازنده کیسه های پلاستیکی دریافتی را گرما داده تا زوب شوند و سپس با فشرده سازی به هم می که نتیجه کار تولید بلنگوهای بیسیم کوچکی با رنگ های متنوع است گفته می شود که برای تولید هر یک از این بلنگوها نزدیک به 100 کیسه پلاستیکی استفاده می شود و شخصی سازی آنها با توجه به سلیقه و علایق مشتری ها صورت می گیرد ابعاد این بلندگوهای بیسیم سازگار با بلوتوس 27 در 8 سانتیمتر بوده و با هر بار شارژ باتری میتوان به مدت 18 ساعت از آنها استفاده کرد. گفتنی است که جمعآوری پلاستیک های مورد نیاز برای این کار با همکاری عمد فروشان محلی و نیز نظافتچیان صورت میگیرد. شرکت تولید کننده این محصول هدف از ساخت این چون این بلنگوها را توجه به محیط زیست عنوان کرده و قیمت اولیه آن را 260 دلار ایرام کرده است. مرور دوباره بر سر خط خبرها. آغاز کار هفت پروژه انكشافی ارزش 45 میلیون افغانی درهرات. امروز ما با شروع هفت پروژه در اداره شالولی عراق استفاده میکنیم و در چاندایه هست که در دای 12ام است تا 13ام است. گشایش نمایشگاه مسئولات زنان متشبس افغان در ترام سومین نمایشگاه هست که از طرف یاست مطرم سنحت و تجارت در قسمت به نمایش گذاشتن محصولات زنان متشبس در ولایت هرات برگزار میشه انتشار آمار تلفات غیر نظامیان در حمله هوایی چند ماه پیش نیروهای خارجی در فراه تنش میان ارگ و سپیدار بر سر سفر طالبان به پاکستان مجلس نمایندگان خواستار پایان دادن به این تنش ها شد و اینکه آمریکا خشونت علیه معترضان در عراق را محکوم کرد انصار بنیادین هر دموکراسی راه و اعتراضات مسالمت آمیز شهروندان است و خشونت در جریان تظاهرات جایی ندارد بینندگان گرامی این بود خبرهای این ساعت که تقدیم حضورتان شد شما می توانید هفت روز هفته و 24 ساعت شبانه روز مهمترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان و به خصوص مهمترین خبرهای اوزه جنوب قرب کشور را از طریق وبسایت تلویزیونی چکات دنبال کنید در هر جای جهان که زندگی می کنید بدون محدودیت زمانی و مکانی می توانید با مراجعه به وبسایت تلویزیون چکات بیننده برنامه های ما باشید ممنون از توجهتان به خبرهای این ساعت خداوند نگهدارتان